ای بهشت قرب احمد فاطمه، ای بهشت قرب احمد فاطمه، لیلة القدر محمد فاطمه. خلق عالم بر درت ایستاده اند، انبیا در محضرت ایستاده اند، سائل بیت گلینت عالمی، سائل بیت گلینت عالمی، بست نبود باب احسانت دمی. ای گدا با کوه غم خرسند تو، حل صد مشکل ز گردن بند تو. ای مهار ناقه زلف عفاف، پیرهن بخشیده در شام زفاف. عفو را نازم که گردد بسترت، قاتلت هم نیست نومید از درت. سینه تو جنت پیغمبر است، سینه تو جنت پیغمبر است، دامنت تا صبح محشر کوثر است. عیسی از لطف تو صاحب دم شده، آدم از خاک رهت آدم شده. اخترانت جمله ماه عالمند، دخترانت خوبتر از مریمند. دستبوس قنبرت فرزانگی، خاک پای فزعت مردانگی. از شب میلاد تا آخر نفس، مصطفی یک دست را بوسید و بس. آن همه دست خدا دست تو بود، ای بر آن لبها و دست تو درود. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام و ارادت دارم خدمت شما بینندگان ارجمند و همراهان محترم برنامه عارفانه. فرا رسیدن سال روز عروج مظلومانه و غریبانه دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها را محضر مقدس امام عصر علیه السلام با شما بینندگان عزیز و محبین آن بانوی بزرگ اسلام تسلیت عرض میکنم. خداوند منان را سپاسگزار هستیم که در این روز توفیق عنایت کرده که از طریق این برنامه بتونیم در خدمت شما بینندگان ارجمند باشیم و انشاءالله بتونیم با پیشکش موضوعی که در نظر هست دانسته باشیم در این روز مقدس، در این روزی که با نام مقدس بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عجین است، درس هایی را از زندگانی آن حضرت برگیریم. قرار است که با حضور مهمان ارجمند و گرامی که در برنامه امروز داریم بتونیم در رابطه با این عنوان که حضرت فاطمه سلام الله علیها الگوی خوبی ها بودن صحبت بکنیم و جنبه های مختلفی از حیات نورانی آن بانوی گرامی را انشاءالله بتونیم به تصویر بکشیم تا دانسته باشیم که انشاءالله راهی را در مسیر بندگی خداوند متعال برای خود ما گشوده باشیم. در خدمت فاضل گرانقدر و روحانی ارجمند جناب آقای فهیمی هستیم و انشاءالله از محضر ایشان در این برنامه استفاده خواهیم برد. خدمت شما جوهر سلام داریم و همچنین عرض تسلیت. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و تسلیت عرض میکنیم. ایام سوگواری بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت همه شما و بینندگان عزیز و ارجمند. خیلی لطف کردین آقای فهیمی بزرگوار، است حضور ارزشمند شما تشکر میکنم. قرار هست که انشاءالله بتونیم در رابطه با این جنبه مهم از زندگی از زهرا سلام الله علیها گفتگو بکنیم که ایشان الگوی خوبی ها بودند، بنابر اون فرمایش مشهور حضرت صاحب العصر علیه السلام که ایشان الگو هستند برای همه در همه جنبه های کمالی. در ابتدا دوست داریم بحث الگو رو کمی مفهومش رو تعریف بفرمایید و این سوال مهم که چگونه هست که حضرت زهرا سلام الله علیها میتونن بهترین الگو باشن همچون پدر گرامیشان حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و سلم که به نص قرآن کریم ایشان الگوی حسنه هستند. خدمت مبارک شما عرض کنیم که تمام انسان ها در همه جوامع بشری دنبال اینن که در زندگی خودشون یک مسیری را بپیماین که در اون مسیر به سعادت، به کمال، به رشد دست پیدا کنند. درست. خب طبیعی است که در راه رسیدن به سعادت و کمال و خوشبختی ما ضرورت به مدل هایی در زندگی خودمون داریم تا اونها را به عنوان سرمشق و الگو فراروی من قرار بدیم
و تلاش کنیم خود را از وضعیت موجودی که داریم به او وضعیت مطلوبی که الگوهای ما داشتند و یا دارند برسانیم. بنابراین بحث الگو از نظر مفهومی الگو در حقیقت مساوی است با مدل. ما در کلمه انگلیسی ازش تعبیر میکنیم به مدل و در فارسی ازش تعبیر به الگو میکنیم. بنابراین الگو اما مدل زندگی ماست، نمونه زندگی ماست، سرمشق زندگی ماست. باید ما به اساس او حرکات و رفتار خود در زندگی تنظیم کنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین پدر بزرگوارش رسول گرامی اسلام بهترین و بزرگترین الگو در جامعه انسانی ما و شماست که انشاءالله اگر فرصت بود در این موضوع صحبت خواهیم. حتما حتما. خیلی تشکر میکنم از حضرت عالی و بیانات مقدماتی شما. بینندگان عزیز خوشمند هستم همراهی بفرمایید. بعد از وقفه‌ای که در برنامه خواهیم داشت انشاءالله این موضوع اساسی و مهم را با حضور کارشناس محترم برنامه پی خواهیم گرفت. با ما همراه باشید. بار دیگر فرا رسیدن سال روز عروج مظلومانه حضرت صدیقه طاهره فاطمه مرضیه سلام الله علیها را به پیشگاه شما بینندگان عزیز تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. از شما خوشمند هستم که همچنان ما را همراهی بفرمایید. موضوعی را که در برنامه امروز عارفانه پیشکش حضور شما عزیزان خواهیم کرد، صحبت در رابطه با جنبه الگوگیری از شخصیت والا و سیره نورانی حضرت فاطمه سلام الله علیها است. در خدمت آقای بزرگوار جناب آقای فهیمی هستیم. ان شاءالله در ادامه برنامه از صحبت ایشان بهره مند خواهیم شد. خدمتتون هستم. در ارتباط با الگوگیری از حضرت زهرا سلام الله علیها، قرآن کریم دو آیه را، یک آیه نورانی قرآن کریم را داریم، یک روایت از امام صادق علیه السلام عرض میکنیم، سریع منتقل میشیم به بحث الگوگیری. قرآن کریم میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی ای انسان ها اگر میخواین مدل برای زندگی خودتان در نظر بگیرین، بالاترین مدل برای یک انسان آزاده که میخواین آزاد باشه، دارای رشد فکری باشه، به تکامل برسه، یک زندگی زیبا داشته باشه که در او احترام تمام خوبی ها جمع باشه، او الگو پیامبر بزرگوار اسلام. لمن کان، سه تا مجموعه داره، کسانی میتونه الگو گیری کنه از پیامبر و زندگی پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که در رأس اونها حضرت زهرا سلام الله علیها قرار داره، که ایمان به خدا داشته باشد، لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر، و ایمان به روز قیامت و مبادا زندگی اخروی داشته باشد، و ذکر الله کثیرا، و دیگه سومین خصلتش اینه که همیشه با یاد خدا باشه، یعنی خدا در زندگی اتیپاد ما حضور داشته باشه. کسایی که در زندگیش خدا حضور نداشته باشه، ایمانی به خدا نباشه، ایمانی به قیامت وجود نداشته باشه، اونا پیامبر و اهل بیت پیامبر و حضرت زهرا نمیتونه برای اونها الگو باشه. بله. پس اینا برای کسانی میتونه الگو باشه که مؤمن باشه، مؤمن به خدا، مؤمن به قیامت و مؤمن به و همیشه یاد خدا را اهل ذکر باشه. و بحث الگو نکته مهمی دیگه که در الگوگیری فوق العاده مهمه اینه که هر مدل را آدم کورکورانه انتخاب نمیکنه. مدل وقت انتخاب میشه باید آگاهانه، عالمانه و با شعور شناخت همراه باشه. مثلا ما اگر میگیم حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما یکی از بهترین الگوهاست که موضوع بحث ما امروز هست، ما باید حضرت زهرا سلام الله علیها رو بشناسیم. چرا حضرت زهرا الگویه؟ چرا او میتوانه در میان این همه زنهایی که در طول تاریخ بشریت به دنیا آمدن و از دار دنیا رفتن، زهرا در میان اینها یگانه دختی است، یگانه کسی هست که پیامبر خدا وقتی که او وارد خانه میشه به قد دراست بلند میشه از جا و چند قدمی جلوتر حرکت میکنه و دست زهرا دختر را میگیره و او رو میبوسه و خطاب میکنه فاطمه تو ام و ابیها. یا مثلا در جای دیگه داریم که میفرماید فداها ابوها یا ابوها فداها، فرق نمیکنه.
یعنی این کلمات از زبان یک انسان عادی نیست، این کلمات از زبان پیامبر خاتمه که ما فکر با باور ما و شما با باور مسلمان ها در حقیقت خود این پیامبر خاتم پیامبران یا خاتم پیامبران در یعنی پیامبران اگر مثلا نگین را در انگشتر در نظر بگیریم پیامبر خاتم واقعا مانند یک اون نگینه، یک درخشندگی، یک جلوه خاص داره، ولی زاست که با آمدن او دین اسلام کامل میشه و خداوند نعمتش را بر انسانها تمام میکنه. یک همچو پیامبری در یک جامعه فوق العاده جهل زده و منحط جاهلی که در اوجا به زن و زنان جامعه اون روز کوچکترین اهمیت انسانها قائل نیستند، پیامبر در برابر یگانه دخترش بلند میشه. این یک بلند شدن نمادین نیست، این به خاطر رابطه فرزندی و پدری نیست که پیامبر در برابر حضرت زهرا بلند میشه. حتما یک عظمت و جایگاه و یک شایستگی شخصیتی و اخلاقی و رفتاری را در وجود این دختر میبینه. حتما پیامبر متوجه هست که سلسله ائمه طاهرین علیهم السلام که در حقیقت جانشینان صادق و صالح پیامبر هستند از دامن همین زن، از همین زهرا به دنیا می آید و کاروان انسانی و جامعه انسانی را هدایت میکنه. لذاست که او به در برابرش بلند میشه در او جامعه ای که همه به زن نگاه منفی داشتند، در او جامعه ای که همه از به دنیا آمدن زن آر و ننگ داشتند. و قرآن میفرماید که وقتی که به یک کسی بشارت میدادن که در خانه دختری به دنیا آمده، صورتشون از خجالت سیاه میشد و یتوارا من القوم من سوء ما بشر به و فرار میکردن. این بیان قرآن کریمه. خود در یک همچو جامعه یک دختر، یک زن او قدر شایستگی و ظرفیت و فضیلت از خودش نشان بده که پیامبر خدا، رهبر اسلام، مؤسس اسلام، چهره نمونه‌ای که شرق و غرب عالم به او نگاه میکنه در جامعه اون روز، او بلند میشه، دستش رو میبوسه و میگه تو برای من پیامبر نقش مادر رو داری، تو جایگاه مادر پیامبر رو داری. خب پس فاطمه انسان اندکی نیست، او بزرگترین الگوست برای مرد و زن جامعه اسلامی و انسانی ما. بنابراین ما وقتی که میخواییم یک کسی را الگو قرار بدیم باید شناخت از او داشته باشیم، تا الگوی ما یک الگوی کورکورانه نباشه. تقلید محض از رفتار و یا گفتار و کردار یک شخصی درد ما را درمان نمی کنه. ما وقتی عقل ما را خاضع می سازه در برابر اون الگو، زمانی که اون الگو را واقعا قلبن و عقلن و به اصطلاح از نظر احساسی از هر جهت ما او را به عنوان یک نمونه شناخته باشیم و قبول داشته باشیم. حضرت زهرا الگویی است که اگر ما هرچی بیشتر به زندگی و زوایای زندگی و شخصیت ایشان بیشتر آشنا شویم و خصایصی که ایشان داشته، ما بیشتر او را به عنوان الگوی خود در زندگی روزمره خود قلمداد میکنیم. و خوب است که ما در زندگی برای استفاده از این الگو خود را از حالت تقلید صرف و از حالت تقلید کورکورانه خارج کنیم، بپردازیم به شناخت زوایای حضرت زهرا و جایگاه او تا بتونیم از او به عنوان یک مدل بی‌نظیر در تاریخ انسانی خودمون استفاده کنیم. بسیار عالی، خدا خیرتان بده. خیلی توضیحات لازم و شایسته بود که باید داده میشد. حالا جناب آقای فهیمی بزرگوار، می‌خوایم وارد این بشیم که اون نکات برجسته‌ای که در حیات نورانی حضرت صدیقه سلام الله علیها بوده و میتونه برای جامعه بشری الگوی باشه تا سبب اصلاح در رفتارها و جامعه ما باشه، کدام جنبه های زندگیشان هست که بسیار میتونه برای الگو گرفتن حائز اهمیت باشه؟ خب ما چند نکته را میخواییم که عرض کنیم به دلیل اینکه وقت ضیق است و ممکنه به همه این نکات نرسیم. یکی از خصلت‌های حضرت زهرا ولایت مداری و بصیرت حضرت زهرا سلام الله علیها بود. شما توجه دارین که
حضرت زهرا سلام الله علیها نه به خاطر اینکه فرزندی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم هست و گفته او شاعر که میگن که مریم از یک نسبت عیسی عزیز از سه نسبت حضرت زهرا عزیز، از اینکه مثلا فرزند رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست، همسر حضرت علی امام اول شیعیان و جانشین پیامبر بزرگوار اسلام هست و از اینکه مادر حسنین سیدا شباب اهل الجنه، نه از این جهت حضرت زهرا تنها فضیلت دارد، بلکه حضرت زهرا به خاطر یک سری ویژگی ها و خصلت های خاصی هست. اولین خصلتی که ما اینجا رو اشاره میکنیم بحث بصیرت و به اصطلاح ولایت مداری حضرت زهرا است. یعنی هیچگاه در هیچ شرایطی حضرت زهرا سلام الله علیها از مسیر ولایت منحرف نشد و تا آخرین لحظه در بسترهای گوناگون، چه در فشارها، چه در تنهاییها، چه در دردها و مصیبتها و در بستر بیماری، هیچ آنی و لحظه حضرت زهرا از این نقطه حساس که محوریت اسلام را شکل میداد و در حقیقت ستون اسلام بود، چراغ فراروی همه اسلامیان بود، به اصطلاح دست نکشید و او را تنها نگذاشت. خدا خیرتان بده. جای فهمی بزرگوار ان شاء الله در بخش بعدی سایر جنبه ها را ان شاء الله بررسی خواهیم کرد. از آن بیننده خوشمند هستم با ما همچنان همراه باشین. وقفه دیگر به همین برنامه دیگری آماده نش هست و باز هم ان شاء الله خدمت شما خواهیم رسید. از حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که به دخترشان حضرت فاطمه علیها السلام فرمودند یا فاطمه من صلی علیک غفر الله له، ای دخترم هر کس بر تو درود و صلوات بفرستد گناهانش بخشوده خواهد شد. در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و صحبت ما در رابطه با این است که از کدام جنبه های زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها میتونیم به عنوان الگوی بندگی خدا استفاده کنیم. در خدمت آقای فهیمی هستیم. خصلت دوم و ویژگی دومی که حضرت زهرا سلام الله علیها داشت و فوق العاده مهم بود، ایمان و صداقت اخلاص حضرت زهرا سلام الله علیها بود. به خاطر همین ایمان قوی حضرت زهرا به خالق سبحان و به پدر بزرگوارش و به روز قیامت و اینها بود که حضرت زهرا سلام الله علیها شد سیدتون سائل عالمین. شما از اول خلقت آدم تا پیامبر خاتم هیچ تا امروز هیچ کسی را سراغ نداری که این لقب شایسته و بی‌نظیر را از آن خود کرده باشه. فاطمه سیدی زنان عالم هست، بنابراین شایسته است که او مدل و نمونه برای تمام زنهای عالم باشه. این اخلاص نکته مهم است و به همین دلیل بود که پیامبر بزرگوار اسلام سخت به زهرا سلام الله علیها ارادت داشت و هر روز میگه پیامبر یک بار می آمد در خانه حضرت زهرا استاد می شد و سلام می کرد و کلمه اهل البیت را بر زبان جاری می کرد و بعد اون آیه مبارکه تطهیر را انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا در حضور یگانه دخترش می خواند و بعد از خانه زهرا مرخص می شد. یعنی اخلاص حضرت زهرا و ایمان بی‌نظیر حضرت زهرا بود که این پدر را، این رسول خدا را، فرستاده خدا را می کشاند هر روز و در حضور حضرت زهرا می رفت و از او احوال می گرفت. نکته دیگری که خیلی مهم است بحث ایثار هست در زندگی ما. ما باید در نکته قبلی پس ایمان و اخلاص را باید از یاد نبریم. بله. چون بزرگان در سایه اینها به جایگاه رسیدن. حضرت زهرا اگر سیدت و نساء العالمین شد به خاطر اون ویژگی هایی بود که از ایمان و اخلاص به دست آورد. نکته بعدی بحث ایثار هست. شما در بحث ایثار یک نمونه رو میخوایم عرض کنم. وقتی که حسنین بیمار شد پیامبر بزرگوار اسلام سفارش کردن به حضرت زهرا سلام الله علیها که سه شبانه روز روزه بگیره و برای حسنین دعا کنه و باعث تشفی و شفای اونها شوه. اما هر روز که اینها روزه می گرفتن شبانگاه
و مسکینی، یتیمی، اسیری، هر روز، روز اول نمای اطعمکم لوجه الله یطعمون الطعام علی حبه مسکینه، روز اول مسکین آمدن و یتیم، و روز دوم یتیم آمدن و روز سوم اسیر آمدن. و این ایثار را شما در شرایطی که خود آدم به شدت نیاز به غذا داشته باشد، روز تا صبح تا شب روزدار بوده باشد، خب خیلی سخته، ولی حضرت این کار را انجام داد و این آیه مبارکه در شأن علی و حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شد. همین آیه که قرائت فرمودید، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، بنابراین یک بخش مهم از زندگی را ایثار تشکیل میدن. همیشه اینطوری نیست آدم چیزی به انسان به کسی بدهد و چیزی از کسی دیگه در مقابلش بگیره، و لذا در بخش عبادت هم میگه امام علی علیه السلام میگه بهترین عبادت، عبادت آزادگانه. آزادگان وقتی خدا را عبادت میکنه، نه برای طمع رسیدن به بهشت و نه به خاطر ترس از آتش جهنم، بلکه به خاطر اینکه خدا رو شایسته عبادت میدانه، آزادانه به اصطلاح پرستشش میکنه. دیگه هرچی از دوست آیت نکوست، میخواید بهشت بفرسته، میخواید به جهنم بفرسته، اون کار خداست. بنابراین در اینجا هم میگه وقتی آدم بعض اعمال را انجام میده باید ایثارگرایانه باشه. امام حسین در کربلا ایثار کرد، به همین دلیله که او را سار الله میگن. او ایثار کرد، از همه چیزش گذشت و در عوضش خدا همه چیز رو به حسین داد، آرمانش رو تحقق بخشید، اهدافش رو تحقق بخشید و نسلها و قرنها به یاد حسین زندگی میکنه. بنابراین بحث سوم بحث ایثار. حضرت زهرا سلام الله علیها این ایثار را داشت و او رو به فرزندش هم منتقل کرد که در کربلا به نمایش گذاشت. بحث دیگه بحث عدالته. در بحث عدالت، در یک شرایطی که حضرت زهرا سلام الله علیها سخت دستش تنگ بود، رفتن از پیامبر بزرگوار اسلام تقاضا کردن که به اصطلاح خدمه، دستش از این جهت تنگ بود که یعنی به کارهای خانه نمی رسید، کارها فوق العاده سنگینی می کرد. رفت از حضرت رسول گرامی اسلام تقاضا کرد، تقاضای خدمتکار. پیامبر بزرگوار اسلام در او شرایط به حضرت زهرا به جای این که یک خدمتکار را برایشان بگیره یا کمک نقدی چیزی بکنه، اون تسبیحات اربعه را نشان داد بهشون. گفتن برو این تسبیحات اربعه را پشت هر نماز بگو، خداوند گره را از مشکلات شما باز میکنه. یک در شرایط دیگر وقتی که حضرت زهرا به اصطلاح وضع زندگیش بهتر میشه، شرایطش کم خوبتر میشه، او زمان فزه را استخدام میکنه، اما در کار خانه کار را تقسیم میکنه بین خودش و فزه. یعنی فزه دیگه کنیز نیست، فزه دیگه خدمه نیست، فزه مثل زهرا در خانه علی یکسان زندگی میکنه و کارها را با حضرت زهرا مساویانه و عادلانه تقسیم میکنه. این کاری است که حضرت زهرا انجام داده. یعنی زنان ما، مادران ما اگر در خانه هایشون همکار میگیرن، این رفتار بی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها میتونه نمونه بسیار خوبی باشه. این مشت نمونه خرواره. یک نمونه شما عرض کردیم که مثلا با خدمه یک انسان چگونه برخورد میکنه، با او تقسیم کار میکنه، با او امر و نهی نمیکنه، با او ظلم نمیکنه، بر او تحمیل نمیکنه، کارهای طاقت فرسا را متوجه او نمیسازه. بنابراین در بحث عدالتش همین یک نکته را اشاره کردم. اما بحث حجاب و عفاف، شما در مورد حجاب و عفاف و فعالیت حضرت زهرا در اجتماع و حضور اجتماعی و سیاسی حضرت زهرا متوجه هستید، خصوصا که در جامعه امروز ما هم خیلی این بحث کاربرد میتونه داشته باشن. حجاب منافی با کار و فعالیت اجتماعی از نگاه اسلام نیست. دختر پیامبر اسلام که مؤسس اسلام هست، در عین حالی که حجاب و عفاف را به شدت مراعات می کرد، در صحنه های سیاسی و اجتماعی هم همپای پیامبر بزرگوار اسلام حضور داشت. در تاریخ آمده که در برخی از جنگ ها حضرت حضور داشتند و برای زخمی ها امکانات آماده می کردند، برای نظامی ها و ارتش
نان و غذا تهیه میکردن. این یعنی اینکه یک زن مسلمان میتوانه در عین حالی که حجاب خودشون را مراعات کنه به فعالیت های سیاسی و اجتماعی هم بپردازه. هیچ منع و حصری از این ناحیه وجود نداره. وقت ما نزدیک به پایان هست، آخرین نکته هم عرض کنیم در رابطه با ادب حضرت زهرا سلام الله علیها که در برابر حضرت علی وقتی که تعداد به عیادت حضرت زهرا آمدن و حضرت علی علیه السلام آمد تا حضرت زهرا اجازه بگیره، حضرت مانند همیشه یک جمله گفت که اصلا دل حضرت علی را آب کرد. گفت البیتو بیتک و الحرة عمتک، یا علی من کیم که از من اجازه میخواهی؟ بسیار عالی. این خانه خانه توست و این حره که زهرا باشد، این هم همه و کنیز و در خدمت. خیلی استفاده کردیم از فهیم بزرگواری، کاش فرصت بیشتر بود و بیشتر میتونستیم مطالب را بشنویم. به همین مقدار اکتفا میکنیم. خیلی تشکر میکنم از حضرت علی. بینندگان محترم، از شما تشکر میکنم. اجازه بدید که خطاب به حضرت بی بی سلام الله علیها با این شعر برنامه را خاتمه ببخشیم. تا ابد بادا سلام از داورت بر تو و دامان زینب پرورت، ای خدا را کلک قدرت در کفت، نام ما را ثبت کن در مصحفت. خداحافظ نگهدارشم.